همراه هستیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. مهران، چرا اینقدر زمان برد پیوستن سوئد به ناتو و این عضویت چرا برای سوئد تا این اندازه اهمیت داره؟ فرهناز، در نظرسنجی که سال 2015 در سوئد انجام شد، چیزی که حزب لیبرال در واقع میخواست که سوئد به ناتو بپیونده، حدود 30% از مردم خواهان این بودن و احزاب سوئد ناراضی بودن. اما بعد از حمله روسیه به اوکراین، خب در نظرسنجی که انجام شد بیش از 70% مردم خواهان این بودن که سوئد به ناتو بپیونده، چون همون موقع بود که پوتین سوئد و فنلاند رو تهدید به حمله نظامی کرد. همون روزهای اولی بود که به اوکراین حمله کرده بود، دوبار حریم هوایی سوئد توسط میگ‌های روسی شکسته شد، برای همین تقاضا کردن عضویت فنلاند در چند ماه اول تقاضا پذیرفته شد. اما مجارستان و ترکیه، به خصوص ترکیه، مخالف پیوستن سوئد به ناتو بودن. خب دلیل اصلی که اردوغان می آورد اینه که سوئد مکانی برای تروریست‌ها شده، مکانی برای در واقع تروریستایی که اشاره می‌کرد اعضای حزب پکاکا هستن و در سوئد در واقع زیر امنیت سوئد هستن، و دلیل‌های بعدیش هم به خاطر قرآن سوزی بود. اما بعد از تفاهم‌نامه‌هایی که انجام شد و دیدارهایی که بین کریسترسون و اردوغان انجام شد، خب رأی مثبت داد پارلمان ترکیه به پیوستن سوئد به ناتو، و طی روزهای گذشته این در واقع 32 کشور عضو ناتو شد سوئد، و روز گذشته در مقر ناتو پرچم سوئد به عنوان عضو 32 به اهتزاز در اومد. اما در حال حاضر هم خب حزب ونستر در پارلمان سوئد مخالفه و علنا اعلام کرده که به پیوستن سوئد به ناتو نمیگه، و یکی از دلیل‌های آورده اینه که با این عضو سوئد وادار میشه در جنگ های شرکت کنه که خواهان در واقع این جنگ ها نیست، برای این نمیگه و تلاش میکنه در واقع این عضویت لغو بشه که در واقع این عملی نخواهد شد. اما خیلی ها اینجا انتقاد دارن به حزب مدرات، حزبی که در واقع دولت رو در دست داره، و میگن این حزب در واقع میخواد سوئد رو یک سوئد آمریکایی بکنه. اما اولف کریسترسون نخست وزیر در آخرین اظهار نظر خودش اعلام کرده که سوئد فعلا نمیخواد محل تسلیحات هسته‌ای آمریکا بشه و این اجازه رو به آمریکا نخواهد داد که این تسلیحات در استقرارش در خاک سوئد انجام بشه. متشکرم مهران عباسیان از استکهلم.